خب حالا من در ایلستریتور یک چنین فایلی دارم، یک فایل برداری، یک سری خط رسم کردم به صورت قوسی و از این یک خروجی میگیرم. خروجی من با همون پسوند AI هست که به صورت برداریه و خیلی هم خفن. میذارمش هم رو دسکتاپ هم مثلا CC با آخرین ورژن. خاصیت فایل های برداری اینه که خیلی با کیفیت هم و هرچی کشیده بشن کیفیتش کم نمیشه. برمیگردم به After Effects و اینجا این فایلم رو اوپن میکنم. میبینید که ایلستریتور رو میشناسه و به راحتی میشه فایل های آدوبی ایلستریتور رو هم اوپن کرد. خب این رو میگیرم میکشم میدازم توی کمپوزیشنم و شما میبینید که اضافه شد به پروژه. واو چقدر پس از این بعد میتونید کارهای جالب بکنید اگر ایلستریتور بلد باشید. باش برین تو سایت ببینید. باش چی برین تو سایت ببینید. خب حالا سناریو چیه؟ میخوایم وقتی که این جامعه اومد اینجا، اینجا قرار گرفت در ثانیه دو، این خط از اینجا شروع کنه به اومدن. خب من حرف تی رو میزنم، به طور کلی بدون فشار دادن کرنومتر یا تایم استپ کلن اوپاسیتی اینو کم میکنم، یه حالت شیشه‌ای بشه روی فیلمم، از اون حالت خط مشکی در بیاد. این اولا، چون اینو نزدم در طول این صفر تا عرضم به خدمتتون که تا 8 خورده‌ای اوپاسیتیش 50 خواهد بود، اما برای اینکه انیمیشن کنمش شیفت نگه میدارم و در فریم صفر قرار میگیرم. حالا میرم در افکت و میخوام با این افکت ها کار کنم. خب انتخابش میکنم، افکت ها رو میارم. در افکت ها اگر اشتباه نکنم یک افکتی داریم ما به نام لاینیر وارپ. خب خیلی برام مشکل از دل این همه افکت اونو پیدا کنم، بنابراین من ورکسپیسم رو به افکت تغییر میدم و پنجره افکت باز میشه. چند لحظه دیگه سرچش میکنم، چون پیدا کردن افکت ها کار واقعا مشکلیه بین اون همه افکتی که هی بزنی ببینی کدومه، بزنی ببینی کدومه. اینجا پنجره افکت اومد، کافیه که من کلمه لاین رو بزنم و اینجا رو سرچ کنم ببینم چی دارم. بله لاینیر وایپ اومد. اینو میگیرم میکشم. حالا چون افکت کنترل هم باز شده میتونم بکشم بندازم اینجا، میتونم بکشم بندازم روی این، میتونم بکشم بندازم روی این، هیچ فرقی نداره. من اینو میندازم اینجا، اضافه میشه به عنصری که در این پنجره انتخاب شده و این اومد. خب کار این چیه؟ کار این اینه که اگر با این بازی کنیم ببینید به چه شکلی ایجاد میشه. خیلی قشنگ خواهد شد. خب من از ثانیه دو که اون نشست این رو به این شکل ایجاد خواهم کرد و اگر به صورت مقادیر منفی کار کنیم باهاش از اون طرف میتونیم رسمش کنیم که حالا من فعلا کاری ندارم. حالا تو صد بمونه. خب من این لایه ایلستریتوریمو دارم، میرم در ثانیه دو قرار میگیرم. در ثانیه دو کاری که میکنم اینه که یک کی فریم برای این افکت میخوام درست کنم. روشش اینه که خب اینجا این رو بزنم، کی فریم براش ایجاد شد، بازش کنم شما ببینید. حالا اینجا مقادیرش 100 باشه. اینجا در افکت اگر باز بکنم شما این رو ببینید، کی فریمش رو قشنگ میبینید. این ذره کوچیک میکنم. اگر اینو باز نکنید یه نقطه میبینید، منظورش اینه شما اینجا کی فریم دارید. باز کنید افکس رو میبینید، اینجا قرار گرفته، افکت اضافه شد به این لایه، درسته؟ ما کاری الان به تکست
و ویدیوی بک‌گراند نداریم دوستان. ما در بحث افکتیم، همینجا قرار گرفته، همینجا افکتو کشیدم انداختم اینجا، اتوماتیک اینجا به لایه من اضافه شد، لایه‌ای که انتخاب بود. حالا افکتو دارم، در ثانیه 2 التک رو گذاشتم و کرنومتر رو چه از اینجا که بزنید یکی فریم براتون درست میکنه. التک رو با انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم در فریم 0، یکی فریم هم اینجا برای این موضوع یعنی ترانزیشن کامپلیشنش اجرا میکنم. خب چی میخوایم؟ میخوام که وقتی که این جامعه رفت در اینجا قرار گرفت، از ثانیه 2 تا ثانیه مثلا 3 این انیمیشن بشه، یعنی وایپ من باز بشه. بنابراین من اینو در این ثانیه به این شکل در میارم. خب همونجوری که میبینید 3 تا کی فریم داریم، در اینجا وایپ صفره، در اینجا وایپ صفره، در واقع وایپ عمل میکنه، از اینجا تا اینجا عمل میکنه و انیمیشن ساخته میشه. نگاه کنید، از اینجا که میام فقط جامعه میاد، لایه PST، از اینجا به بعد AI من، فایل AI ایلستریتوری من یا همون خطوط من با افکتی به اسم لاینیر وایپ از عدد 100 به 0 میرسه، یعنی از هیچی آروم آروم خطش کشیده میشه و به اینجا. همونجور که میبینید عددش اینجا شد 0. نکته بعد اینجا اگر من در ثانیه 2 بیستم اینه، یه اجازه بدید در ثانیه 3 بیستم متوجه بشید یا وسطش. به لبه این نگاه کنید، اگر من این زاویهش رو تغییر بدم روش رفتنش هم به این شکل خواهد بود، یعنی وقتی که میاد آروم آروم کج میره، یه ذره خوشگلتر میره میشینه و لبه رو میشه یه ذره محوم کرد، مثلا یه کوچولو 10 تا بدید. ببینید این وقتی میاد این لبه یه ذره محوه، بیشتر هم میتونیم بکنیم. منتها چون کی فریمی نداریم در کل مسیر انیمیشن این داره اعمال میشه و ببینید از 2 میره به اینجا. خب اجازه بدید که این رو پلی کنیم و من با دهانم یک آهنگم بزنم روش. من اینجا ورک اسپیسم رو دیگه افکت لازم ندارم، ورک اسپیسم رو به اسنشیال تبدیل میکنم، خلاصش میکنم به حالت قبل برگرده، پریوی رو میزنم پلیشه و با دهانم موزیک زیبایی رو برای شما اجرا میکنیم. برو که بریم. این مثلا گیتار بیس. خب من خول نیستم، شما دانشو نمیتونید تصور کنید که من خولم. صفر رو گرفتی افتادی اینته. اوکی ببینید ساخته شده، یک بار که ساخته بشه دفعه دوم کش میکنه و سریع تر میسازتش. پس این شد این. فقط یه اشکال هست، این جامعه رفته زیر این خطا، عملا از نظر درجه اهمیت باید بیاد بالا قرار بگیره. پس من اینجا رو استاپ میکنم و اینو میبندم. چیکار باید بکنم؟ من باید اینو فقط لایهش رو بیارم بذارم بالای AI. بفرمایید حالا دیگه اگر زل بزنید به این میبینید که این بالای خطوط قرار گرفت و به راحتی شما میتونید این رو این شکل ببینید. خب کفایت میکنه، یک انیمیشن ساختیم. حالا میخوام در ویدیوی بعدی بهتون یاد بدم، اینو کنترل اس میزنم سیف شه، ستاره بره از اینجا. در ویدیوی بعدی میخوام بهتون یاد بدم چجوری خروجی بگیرید. سیف هم شد.